در فستیوال ساندیس که مهمترین جشنواره فیلم‌های مستقل در آمریکاست، امسال زنان نیمی از فیلم‌های مستقل رو ساخته بودند. این در تاریخ فیلم مستقل در آمریکا یک رکورد محسوب میشه. مطالعات اخیر هم نشون داده که نقش زنان در فیلم‌های مستقل به مراتب بیشتر از زنان فیلم نام نویس البته هنوز موانع بسیاری برای زنان فیلمساز وجود داره. الیزابت لی خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در این باره تهیه کرده که برگردان اون رو با هم تماشا می‌کنیم. ایوا دوورنی عاشق فیلم است و به خصوص دوست دارد از نقطه نظر زنان سیاه پوست فیلم بسازد. او تا کنون سه فیلم مستند و دو فیلم سینمایی مستقل کارگردانی کرده است. به گفته او زنان در یافتن بودجه برای فیلم های سینمایی با چالش های بسیاری روبرو هستند. In some cases, uh, Institution's find it challenging. گاهی اوقات برای مؤسساتی که به دست مردها اداره میشن خیلی دشواره فکر کنن که همه پولشون رو دارن میدن به یه زن فیلمشون رو بسازه در این مطالعه پژوهشگران به بررسی فیلم های شرکت کننده در فستیوال ساندنس بین سال های 2002 تا 2012 پرداختند. این مطالعه نشان میدهد دهد درصد فیلم های مستند جشنواره ساندنس را زنان ساختند. این در حالی است که زنان فقط در 25 درصد فیلم سینمایی نقش های کلیدی داشتند. ستیسی سمیث یکی از نویسندگان این مطالعه. تصور از زنان این بود که در اداره یک گروه خیلی قابل اعتماد نیستند همینطور اینکه در رسیدگی به مسائل مالی و اداره طراحی صحنه اعتماد به نفس کافی ندارند البته استثنا هم وجود داشته مثلا کاترین بیگالو که در سال 2010 برای فیلم مستقل The Hurt Locker راجع به سربازان آمریکایی در عراق برنده جایزه اسکار بهترین کارگردان و بهترین فیلم شد و زوی کزن نویسنده ی فیلم کمدی عاشقانه روبی که توانست برای فیلمش بودجه بگیرد. دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در مطالعه اخیرش با بیش از پنجاه رهبر در صنعت فیلمسازی که بیشتر زن بودند مصاحبه کرد و آنها از چالش هایی که زنان در این صنعت با آن مواجه هستند سخن گفتند. یکی از بزرگترین چالش ها برای این زنان متقاعد کردن شرکت های گذاری که فرهنگ مرد سالار بر اون حاکمه. ساخت فیلم های سینمایی بستگی به شرکت های تولید کننده و صندوق های سرمایه گذاری دارد که به دنبال سود اقتصادی هستند. در حالی که فیلم های مستند عموماً از سازمان های غیر انتفاعی و سرمایه گذارانی بودجه می گیرند که برای موضوع فیلم اهمیت قائلند. کری پاتنم از مؤسسه ساندنس می گوید برای تشویق زنان فیلمساز قرار بر این است که درک آنها از علم دارایی را بیشتر کنند. درک بیشتر از علم دارایی چگونگی درخواست پول داشتن شجاعت و آشنایی با روند بودجه یابی میتونه به زنان آموزش داده بشه مطالعه دانشگاه کالیفرنیای جنوبی همچنان نشان میدهد دریافت مشاوره بیشتر به زنان فیلمساز در کسب موفقیت آنها در این صنعت کمک بسیاری میکند شول داوری صدای آمریکا